با درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز پیام آرامش مسیحیان ایرانی، نوروزتان پیروز، سال نو مبارک باشه بر همه شما عزیزان. امیدوارم که تا این لحظه بیایم جلوتر زیاد داد نزنم، هر جای دنیا که هستید بهتون خوش گذشته باشه. و بزنین یه چیزی بهتون بگم، هیچ چیزی در این عالم هستی ارزش غم و اندوه، ناراحتی، نگرانی و افسردگی شما رو نداره. برنامه رو با دعای شروع میکنم. برنامه خوبی براتون در نظر گرفتم، زنده است برنامه و ضمن برنامه قرار در نظر دارم براتون آهنگ های پخش کنم، سرود های پخش بکنم، نمیدونم چی پیش بیاد. همین چند دقیقه پیش جاتون خالی رفتم به دعا کردن و از خداوند خواستم هدایتم بکنه، برای اینکه فقط خدا میدونه چه کسانی دارن این برنامه رو تماشا میکنن، در کجای دنیا با چه مسائلی در زندگیشون رو به رو هستن. بعضیا فکر میکنن ای داد بیداد دیگه تموم شد، هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، هیچ کس نیست به ما کمک بکنه. مژده‌ای براتون دارم، انجیل. ای بابا آقا، ما دیگه کتاب و مذهب و این چیزا رو بذار کنار، ما مذهب نمیگیم، انجیل یعنی مژده. کلمه انجیل یعنی مژده، خبر خوب. نام عیسی مسیح که قدرتی داره در عالم هستی که ما فقط یه قسمتی از کره زمین رو میتونیم ببینیم توسط فرض کنید موشک‌هایی که میرن بالا یا فضانوردا، سفینه‌ها و غیره، یه قسمت‌هایی از فضا رو هم میبینیم که شاید به اندازه یک تای سوزن تگرد باشه در برابر یک اقیانوس. انقدر عالم هستی پر عظمت و به وسیله خدا با کلامش آفریده شد. و اگر تو فکر میکنی توی این عالم هستی مشکلی هست که خدا نمیتونه از میون برداره، این برنامه رو نگاه بکن. سرود شروع برنامه خبری نیست، طبق معمول برنامه رو با دعای شروع میکنم، میپردازیم به برنامه. نمیدونم کلام رو شروع بکنم بخوندن، براتون موزیک پخش کنم، رقص پخش بکنم. باید شاد باشیم، خدا لذت میبره. یه سرودی از سقراطی خونده، خداوند شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره. اگه بتونم پیداش کنم الان براتون پخش میکنم، میخوره به این مسئله. به هر حال عزیزان اجازه بدید یه دعایی بکنیم و شروع بکنیم. خداوند تو رو شکر میکنم به خاطر این فرصت، از حضورت تمنا میکنم ای روح پاک مسیح خداوند، این برنامه رو هدایت بفرما، نام خودت رو جلال بده، اراده خودت رو از زبان من جاری بساز و آرامش و شادی به زندگی های مردم بیار. تو رو شکر میکنم ای قدوس و اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم، آمین. خب دوستان عزیز، معمولا در این قسمت برنامه میگم اوکی، حالا بپردازیم به کلام خداوند و ببینیم خدا برامون چی در نظر گرفته. اوکی، ها الو جانم، بفرمایید دوئر هستید، از کجا تماس میگیرید؟ سال نو مبارک، نوروزتان پیروز، خجسته، سیزده به در، همشون مبارک. بفرمود، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. به 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 برادر مهدی گل، حال شما چطوره؟ متشکرم، تبریک میگم، امیدوارم که سال خوشی در پیش داشته باشید. بالاخره
همه ایرانی ها براشون سال خیلی خوشی باشه. آمین آمین. بلکه راه نجاتی باشه، بلکه سال نجاتی باشه از دست این شروران و بیوطنان. آمین آمین آمین. اونام برن تو مسجد برای خودشون موعظه، مثل ما بشینن پای رادیو تلویزیون صحبت کنن، یا برن ما میشینیم تو کلیسا، اونا برن تو مسجد. اگه ما گفتیم چرا، ولی به کار مردم کاری نداشته باشن، با شما 100% موافقم. انقدر به شدید در اون مسافرت در خدمتون که بودیم، من فراموش نمی کنم اون روزا رو. خب برتون برم بگرام بکنیم شما هم تشریف بیدیم دقلن، میدارم که خیلی بعد دور بشه دور راه بشه تشریف بیدیم شما رو زیارت کنیم و با هم بس زندگی رو ادامه بدیم و لذت ببریم. آمین عزیزم، بسیار بسیار به منم خوش گذشت وقتی اینجا تشریف داشتید و حق دارید، شما اونجا واقعا، استرالیا واقعا زیباست، پر از آرامش. میدونی استرالیا از نظر آرامش، نه از نظر پیشرفت، ولی از نظر آرامش مثل 40-50 سال پیش آمریکاست. الان آمریکا شده مثل باغ وحش، ولی استرالیا اون آرامش خودش هنوز حفظ کرده. با امید خدا یه سر حتما میام خدمتتون. خانواده چطورن؟ سلام خدمتتون. من میخوام بگم گوشی بشه مریم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید. بعد دعا هم بلدین خواهیم کرد که امسال، شروع امسال، خوشی و سلامتی برای کل جهان و برای نجات ایران از دست این مردم. آمین آمین. نجات ایران از دست نه تنها، ببین من فکر میکنم آخوند آدم حسابی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی از شر ما رو، از شر هرچی آخوند مردم آزاره نجات بده. به نام عیسی مسیح آمین. آمین. برای اینکه همینچه میفرمایید، ما سالها با آخونده زندگی کردیم. بله بله نداشتیم. بله آمین آمین. امیدونیم به اونها خوش بودی در اون انسانهای ساله و خوب. آمین آمین آمین. درود بر شما. ببخشید این عینکم نمیدونم چی شده که اینقدر شیشش اینقدر یه چیزی گیر کرده که حالت چطوره خواهر مریم گرامی؟ نوروزتان پیروز. ممنون. من خواستم که ما امشب شب عیدمونه، یعنی ساعت 3 نصف شب سالشهریه، و من انقدر خوشحال شدم برنامه های قشنگ شما رو امروز برنامه رو دیدم، گفتم دیگه مامرسی، گفتم که دیگه پارس نمیزنیم. بله شما فکر کردی که آمین، شما فکر کردی که ما نمیتونیم بزنیم برقصیم؟ میگم شما فکر کردی ما نمیتونیم بزنیم و برقصیم؟ یه خود باورم نمیشه که یعنی اینقدر من آخوندم. ای داد بیداد. نه خدا نکنه، نه خاطر اینکه وقت نداریم. من بعد رفتر چیزایی میفرستم. بله از وقت نگو که امروز و امروز خدا میدونه، از وقت نگو که اصلا واقعا امروز دیگه نگم بهتره همون وقت، ولی خدا رو شکر که تونستم خودم رو برسونم، خودم رو رسوندم و غذای حیوانم هم دادم و به کارهای دیگه هم رسیدم. به هر حال امیدوارم که سالی پر از برکات روحانی، جسمانی و مالی برای همه اعضای خانوادتون باشه، همچنین برای بینندگان عزیزمون که دارن این برنامه رو میبینن. کانال رو عوض نکنین، انقدر این برنامه رو تکرار میکنم تا از اول تا آخرش رو ببینین. میخواستم بگم که از همین مدتی که این برنامه ها رو گذاشتید، انقدر بچه های تو ایران پیام فرستادن که خواهر مریم هر روز کردیم از این برنامه ها، که میخواستم زودتر زنگ بزنم، ولی کنیتم آسرش به برنامه زنگ میزنم.
و لذت دارن میبرن. خب فامیلمون هم همین طرف فامیلمون دارن میزنن. کدوم برنامه ها؟ باور نمیکنم. میگن که نوشتن، من نوشته هاشونو بعد میزنم چون بعد برنامه نوشتن که ما باور نمیکردیم یک کانال مسیحی اینقدر این چیزای قشنگ رو پخش بکنه، چون ما خارج از این همه چیزایی که داریم سیلسله شده است و نمیتونیم به دسترسی به خیلی چیزا داشته باشیم. من اینقدر خوشحال بودن، خوشحالن و نوشتن چه فامیل هم چه غیر فامیل هم. و یه خبر خوبی دیگه هم بدم. اولا میخواستم که من هم به نوبه خودم به همه هموطنانم تبریک بگم و آرزو بکنیم که شیطان از ایران خارج بشه. شیطان که شیطان که خدای این جهانه. آرزو بکنیم که نور بر تاریکی بر طبق معمول غلبه پیدا بکنه، نور خداوند، و درهای بسته ایران باز بشه که نور بتونه به ایران بتابه. و بهتون قول میدم تا نفس دارم، جون در بدن دارم، این نور به ایران خواهد تابید. مرسی خواهر گرامی، ممنونم از تماستون. یه خبر خوب دیگه هم بدم که شنیدم. اوکی. یک آخوند که من نوشته هاش فهمیدم آخونده روی مسیج پیام آرامش شروع کرده با من چیز نوشتن که منو مثلا برگردونه به اسلام. و نوشته که من میگه که من با از مسیج تلفن مسیج میگه که من تمام برنامه های چیشی شنید رو نگاه میکنم. هللویا. میخوام که گفتم که خب چرا زنگ نمیزنید به ایشون؟ شما میتونید زنگ بزنید. میگه نه من نمیخوام زنگ بزنم، شما نماینده ایشونی که روی پیام آرامش هستی، من به شما زنگ میزنم. بله. من بهش گفتم که اگر با من صحبت میکنی من هر چی که چیچی شلید گفتن من ایشون استاد من هستن، هر چی ایشون بگن من میگم. وقت فکر میکنم ناراحت بشی. گفت نه من میخوام بهش این چیزایی میگه خیلی با آمده. بله آخر سر نوشته که منو ببخشید که اسیر این دین چی هستم، دین شیعه نمیدونم چی هستم و همه چیزای خرافاتی تو وجودم پر شده و ببخشید. به پیام برای شما هم نوشته که برستادم براتون. خدا رو شکر اسیری که به مردم ایران داره و زندگیهایی که داره از دارن از هم پاشیده میشن و با دیدن این برنامه ها و تمام برمیگردن سر زندگیشون. اینها چیزهایی که خبرهای خوبی که این آخر سالی خواستم خدمت دون عرض بکنم و عدد تشکر کنم برای تمام زحمتهایی که میکشین و امیدوارم به امید خداوند سال امسال سال جدید به اصطلاح ایران بتونیم ماش و شما بریم ایران برنامه‌های پیام آرامش. آمین به یاری خداوند. ممنونم از تماستون. اسم کوچیک یکی از اون کسانی که داره برنامه رو میبینه و لذت میبره، اسم کوچیک یکی دو سه تاشون رو به من بگید، خواهش میکنم که سرود بعدی رو به خاطر اونا پخش کنم. فروزنده دو تا مهدی. بله. غیر از این مهدی خودمون. بجز این مهدی ها ایمان هست که فکر میکنم قبلا شما میشناختینش و شاهین هست که لذت بردن از این برنامه ها دارن. اسما داره زیاد میشه یادم میره، گفتم دو سه تا اسم. اوکی یکی دیگه هم بگو. عباس نازی. اوکی بسیار خوب، این سرود بعدی رو با همدیگه گوش میدیم. اینو به خاطر عباس، سه تا مهدی، شاهین، اولیه کی بود؟ فروزنده همونیه که پدرش با پدرش عکس پدرش رو فرست. اوکی پس این کیه؟ این طول سگ شماست داره سرزده. صابخونه جدیده.
صابخونه جدیده. اوکی، سپاسگزارم عزیز جان، ممنونم از تماسی که گرفتید. با هم دیگه میریم این سرود رو گوش میدیم، به خصوص برای همه بینندگانمون، از جمله همه بیننده ها، از جمله فروزنده و پدرش، شاهین، عباس، ستا مهدی، ایمان، مثل که همین اسما بود. بریم با هم گوش بدیم. خب اینو کمش بکنم. امیدوارم که لذت برده باشید از این سرودی که سرود آهنگ نوروزی آهنگش. ببینید واقعا، اولا سقراطی اگر داری تماشا میکنی دمت گرم، یعنی نفست گرم، یعنی زنده باشی. خدا واقعا شادی رو دوست داره، خدا شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره. آره عزیزم، و همه شماها، تمام شما عزیزان، ببین اونی که یک سنت پول یا تو ایران مثل این که یک قرون میگید، نمیدونم الان مینیموم پول، واحد پول، کمترین پول تو ایران چیه، ریاله، نمیدونم، تومنه، نمیدونم، ولی حتی اگر یک شاهی دیگه، از اون کمتر دیگه چی بگم، مال عهد عتیقه، حتی اگر یک شاهی، یک ریال تو جیبت نیست، حتی اگر تو خونت تنها نشستی در این آستانه سال نو و احساس میکنی که خدا فراموشت کرده، مردم بهت اهمیت نمیدن، نمیدونم فامیلات همه رفتن مهمونی، برادرها، خواهرها همه رفت، فقط تو تنها موندی، هی یه خبر خوب بهت بدم، منم تنهام ظاهرن، ولی فرشته های خدا با هم هستن، روح مقدس خدا با هم هست، خود خداوند با هم هست، البته من سه تا طول سگم دارم و قراره که خانم نلی هم به همون ملحق بشن، حالا کی بتونه خودشو برسونه یا نه خدا میدونه، قرار ملحق بشه. به هر حال عزیزان، به همه تون خوش آمد میگم، اصلا نگران نباش، اصلا نگران. بذار یه چیزی بهت بگم، افسردگی انتخابه، شادی انتخابه، نگرانی انتخابه، خشم انتخابه، تویی که تصمیم میگیری کدوم یک از این ارواح رو به خودت راه بدی، روح شادی، روح خوشگذرونی، شب سال نو. آره با من همینجا پای تلویزیون با هم حال میکنیم، بهت قول میدم. یا میتونی نه، انتخاب بکنی که بوهو بوهو، من الان تنها، من الان هنوز شوهر نکردم، هنوز زن نگرفتم، هنوز کار ندارم، هنوز ولش کن. بیا با هم دیگه صفا بکنیم، خدا رو شکر بکنیم. الان میخوام براتون یه دونه فکر میکنم حفظ نکردم، من 4 تا اسمو نتونستم از حفظ بکنم، کلام خدا رو چجوری میام اینجا میگم فقط خودش میدونه، ولی بذار ببینم بعد از این چی میخوام براتون پخش بکنم که حال کنین. دنس رقص نوروزی، بریم با هم دیگه به این رقص گوش میدیم. به نظر میاد صدای تختقم داره میاد، احتمالاً خدا میدونه ممکنه که خانم نلی هم رسیده باشن، حالا فایند اوت میکنیم، پیدا میکنیم که رسیده یا نه، ولی فعلا با هم دیگه میریم به این رقص قشنگ نگاه میکنیم. ببین یه چیزی بگم، بلند شو، اگر تا همین الان داشتی گریه میکردی که تنها هم، چرا دوست پسرم رفته یه دوست دختر دیگه گرفته برای اینکه لایق تو نبوده، آها، چرا دوست دخترم منو فیل کرده رفته دنباله، خدا رو شکر خدا نجاتت داده، از من بپرس. بلند شو با این رقص برقص، حال کن.
زنده ایم. بعد نه خیر، مرده ایم، زنده ایم دیگه. آره زنده ایم. بله خانم لیلی تشریف آوردن. رسوندن. کجا رو باید نگاه کنم؟ اینجا رو. اونجا رو. بله. سلام علیکم. میگم خدمت همه شما بینندگان عزیز پیام آرامش مسیحیان ایرانی و پیشاپیش برای رسیدن سال 5778 هجری رو به همه شما عزیزان شاد باش میگم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. نه ابری. مطمئنی؟ بر طبق کتاب مقدس. موسی 3500 سال پیش بودا؟ ما قبل از موسی. زمان کوروش چی؟ 5600 5778 ملت رو نندازی به جون من. نه اشکال نداره. ایشون تشریف آوردن. بله خیلی خوش آمدید خانم لیلی. تبریک میگم، شاد باش میگم از اینکه الان عزیزان در ایران ما رو میبینن. در ایران، اولا که در فکر کنم استرالیا، البته نمیخوام یه چیزی بگم که موقع تکرار برنامه مردم بفهمن تکراره، میخوام همینطوری فکر کنم. اوکی. به هر حال سال نو مبارک. عرض به میخوام به عزیزان در ایران من سال نو رو شاد باش بگم شاد. به طور مخصوص. اوکی. برای اینکه خیلی احساس خوبیه وقتی که شما میدونید که مستقیم با عزیزان در ایران در ارتباط هستین. البته سال هاست که از طریق تلویزیون پارس و تلویزیون های دیگه ما با عزیزان در داخل ایران در ارتباط بودیم. البته در یکی دو سال گذشته من کمتر افتخار اینو داشتم که با شما همراهی بکنم. بله خیلی کمتر. در ضمن مواظب این چراغ هم باشین، وقتی از اینجا پایین تره یعنی صداتون خیلی کمه. بفرمایید. خب این سیستم جدیده بالا یادم رفت کف دستم رو بو بکنم که شما قراره تشریف بیاری تا تقریبا گفتم عید دیدنی بیام به پدرم سر بزنم. گفتن اول بزرگترها رو بهشون سر بزن. گفتم بیام به پدر من به عیدی بدم. چی بابا ها میگن؟ سیریسلی شما بعد عیدی بعد میذاشتین لای کتاب مقدس $100 تا نشده. اتفاقا اینجا دو سه تا چک هست به حاضرم بهت بدم مجانی. من چک میخوام چیکار یهو پاس نه نشه؟ نه اتفاقا مال شما نیست که دیپوزیت بگو. این چکای دو سه تا چک من تو این کوه کاغذی که اینور اونور ریخته گشتم سه تا چک پیدا کردم. بله مال سال گذشته. آخه حالا اینا میخواییم بدید به من عیدی؟ نه عیدی، برام پست کنی برگردونی به ملتی که آه. چیز کردن. حالا بعد حالا از بعد من... از برنامه زحمت عیدی شو بکش. عیدی من حالا یادتون نره فردا ساعت چند سال تحویل میشه؟ ساعت 3 صبح به وقت استرالیا. من به استرالیا چی کار دارم؟ من تو لس آنجلس زندگی میکنم. سال تحویل اون و اینترنت نزدیک شماست. من این بر بعد خیلی خوبه اینجوری ما میتونیم از این بله شما 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 ما اینجا میتونیم آهنگ انتخاب کنیم اونجا پخش بشه. بله میتونم. این خارجه این خارجه از اونجا انتخاب اینجا میکنم. دوستان عزیز جاتون خالی واقعا. جاتون خالی ببینین اینجا چه خبره. دیکرم داریم با سه تا تورسک دارن اون طرف حیوانیا. اینو آقا شما برای عید نوروز گذاشتید. اونو کپچر کردم آماده پخشه. ولی این حیوانیا تورسگا امشب بچه های شما نوه های من یام یام و راکی. البته راکی که امروز یک وحشت بزرگ به وجود من آورد که خیلی 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 ترسیدم. نه اینکه بترسم، دلم شور زد براش، برای اینکه یه سگ کوچولو و خیلی خیلی دوست داشتنی هست و این همسایه ما یه سگ ماده داره دخته پیش همون دختره اسمش انجیه. آره میدونی؟ زنگ زدن دوستان از جواب بده لابد میخوان بگن سال تحویل چه ساعتی. من جواب خط لاین وان اونی که داره چشمک میزنه. اوکی پیام آرامش بفرمایید روی ایر هستید. الو بفرمایید عزیزم.
خب نیستن رو ار نیستن. تماس بگیر. اگر در ایران دارید این برنامه رو نگاه میکنید حتما تماس بگیر، برای اینکه من خیلی اکسایتتم ببینم عزیزانی که در ایران هستن. البته الان ساعت فکر میکنم ایران تهران الان 9 صبح باشه. قرار بود ساعت اعلام نکنیم ولی خب آره. خب دیگه کشیش بلمون بکنیم دیگه برنامه عیده دیگه. 9 روب صبح من وقتی میام دیگه همه این رول و قانوناتونو بذارین کنار دیگه. بعد از یه سال اومدم دیگه. بله. کروات کریسمسی هم که زدیم. نه خیلی کریسمس کروات نوروزیه. نوروزیه. اوکی باش. بفرم. پیام رامش بفرمایی جوهر هستید. درود عزیزم، سپاسگزار. شما چطورید؟ سال نوتون مبارک باشه. من میگم شما اولین مهمان استودیو هستید. راست میگی. بله، اولین مهمون استودیو خانم نلی عزیز هستم. البته ما قبلا مهمون نبودیم، ما جزو صابخونه بودیم. تو پارس هم صابخونه بودیم، اینجا جزو صابخونه ایم. ولی من صابخونه ایم که معمولا پشت صحنم. ولی مرسی. ایشون از اون صابخونه هاییست که سالی یکی دو بار سر میزنه به خونه، به اصطلاح سر کارشون. بله، به فهم خواهش میکنم. خیلی خوشحالم و خوشبختم این که شما دو تا عزیز رو کنار هم دیگه، یعنی بازم قبلانه ما اون موقع که شما ما ایمان آوردین و برنامه رو دیدیم، خانم نلی هم شما هم با کشی شدید بودید. بله بله. من این ولی الان که دیدم یاد اون موقع افتادم. بعد گفتم که یه چیز دیگه هم بگم، هفته بعد از ظهر 7:26 دقیقه بعد از ظهر تهران سال تحویله، یعنی میشه ما هم میشه 6:30 به امید خدا 6:30. بله، 7:07 میشه 6:37. من فکر میکردم ساعت 9 به وقت لس آنجلس. اونجا رو اینترنت میتونی بزنی که پرشن نیو ایر. آره ساعتش رو جلوتر من دیدم نوشته. نه اتفاقا من الان داشتم این سرودا رو آماده، این آهنگا و رقصا رو آماده میکردم برای پخش، برخورد کردم که دیدم که نوشته سال تحویل نوشته بود، ولی اینقدر با عجله داشتم کار میکردم متاسفانه گفتم این طول سگ ما، البته پسر خانم نلی نوه بنده. بله منم. بله، عاشق دختر همسایه شده و یه نرده هست تو خونه من، نرده به اصطلاح حیات پشت و این چیزا، توضیحشو ولش کن. یه جوری از این نرده رفته بود بیرون، منم پای تلفن مشغول بودم. صبر کن بابا، دارم جریان راکیو توضیح میدم. بعد یه مرتبه تلفنم تموم شد، بلند شدم یه سری به این سه تا حیوان بزنم، دیدم راکی نیست. راکی هم معمولا به محض اینکه صداش میکنم بدو بدو میاد، دیدم هیچ جوری نمیاد. تمام خونه رو گشتم دیدم ازش خبری نیست دیگه، فقط شروع کردم به دعا کردن. خدا میدونه بلا فاصله درها رو بستم که این اون دوتای دیگه نرن بیرون. سوار ماشین شدم، دور تا دور این خیابونا دعا کنون همینطوری میگشتم. یه مرتبه دیدم چند تا خیابون اونورتر، پیداش کردم، از ماشین پیاده شدم. نمیدونستم تشرش بزنم یا ماچش بکنم قربون صدقش برم، ولی هم عصبانی بودم هم خوشحال. گذاشتمش تو ماشین، گفتم بذار فقط برسیم تو خونه، من میدونم با تو. خب ساعت سال تحویل خانم نلی جانم، یامیامتون رو برای ما دخترمون رو فیکس کردیم. من میخوام یامیام ترشی بندازم پیش خودم بمونه، عاشقشم. البته یامیام دیگه پیر دختر شده، الان 6 ساله شده دیگه. خوشگلی تعریف میکنی ازش؟ سو بیوتیفول. اینقدر یامیام اصلا یه چیز عجیبیه، یعنی من اون ارتباطی که با یامیام دارم واقعا با راکی نداری؟ چرا؟ منظورم اینه که خداوند یه محبت خاصی در این حیوانا گذاشته، به خصوص در سگ.
که واقعا در نگاهشون شما میتونین خیلی حرفها رو، خیلی دردها رو، خیلی درد دلها رو در نگاهشون احساس بکنی. ولی خب عید، نمیخوایم بریم به قسمت دراماتیک، ولی برای شما عزیزم بگم ساعت سال تحویل به زمان لس آنجلس زده که Tuesday March 20th 9:15:28 AM ساعت 9:15 صبح، 9:15:28 صبح فردا، یعنی در واقع به وقت لس آنجلس پاسیفیک تایم. پس شما چی میگیشی جونی به صبح نزدیک؟ 9:15:28 پاسیفیک تایم این زمانی پاسیفیک که یعنی لس آنجلس و لس آنجلس، واشنگتن استیت، واشنگتن استیت نه و واشنگتن اورگان و اون قسمت ها و خب به وقت نیویورک 3 ساعت پیشتر خواهد بود. به وقت نیویورک بله، اونجا میشه 6:30 صبح. پس هر دوتون درست گفتین. اوکی، پس چی میگن؟ من هم یو اس آی اینجوری اومد. آره آخه معمولا چون ما سه در امریکا ما سه تایم زون داریم، اکچولی 4 تا، یکیش که ما هستیم پاسیفیک، یکیش ایسترن هست برای نیویورک، یکیش برای عزیزانی Central. که توی سنترال هستن 2 ساعته و یکیش هم آریزوناست که 1 ساعته. البته الان که ساعتامون عوض شده ممکنه که یکی باشیم، ولی مهم نیست که حالا ساعت دقیق که، یه مهم اینه که این فصل تازه میشه و امیدواریم که دلهای ما هم مثل این فصل تازه بشه، تر بشه، نو بشه و جای بشه برای اینکه اون ناراحتی ها، اتفاقاتی که در گذشته برای ما افتاده، مهمتر از همه اون خصلت های بد انسانی که در ما هنوز هست، اون عادت های زشتی که با خودمون آوردیم، اونها از بین بره و جای اون رو روح مقدس خداوند پر بکنه. آمین. بعد یه مطلب دیگه هم میخواستم بگم، البته ناقابل، منم به نوبه خودم یه $100 یه نو میخوام بدم تقدیم کنم به پیام آرامش به کشیش همید. ببخشید، پیام آرامش یا کشیش همید؟ دو تا چیز متفاوته. کشیش همید میره تو جیب کشیش همید نخیر. کشیش همید میره تو جیب کشیش همید، پیام آرامش میره تو بانک. کشیش حمید میره تو جیب. حالا تصمیمتون رو بگیرین، با ما تماس بگیرین. نه قابله که نمیتونم رو نمیشه بگم که مثلا ایدی بدم برای شما، من یه $1000 بدم اونتا ندارم. بس اشکالی نداره، ممنونم از اون چی میگن؟ قلب بخشنده یا نیت مهمه. نیت مهمه. مرسی خواهرم از تماستون. پربرکتی داشته باشین و من ایمان دارم که مردم با شنیدن صدای شما توی ایران، که من در جریان هستم، برای من هی مرتب تکس میزنن، میدونم که باعث نجات تعداد بیشماری از مردم ما میشه. آمین. آمین. یه آخون مینویسه که من اسیر این چیزایش، خرافات چیزی بودم. ببینیم بقیه چی میگن، اونم داره نگاه میکنه. خدا رو شکر. مرسی از اخبار خوبی که دادین، با هم صحبت میکنیم باز. خدا نگهدار. و اجازه بدید که یک آهنگ خوشگل از صبح. رفتین تو آهنگا. پس چی؟ You bet. آره بابا، آهنگ چیه؟ تازه سینما میرم، آدامسم میجوام دیگه، سندویچم میخورین دیگه. بله این آهنگو پخش بکنیم. من هنوز به این سیستم شما عادت نکردم که شیشم خیلی سخته. سیستم والا من اینجا دارم تو سیستم کار میکنم، شما داری کتاب ورق میزنی، کجاش سخته؟ کتاب چیم با اینکه تو مقدس، الان فکر میکنم دارم رمان ورق میزنم. نه دنبال صحبت رمان شد. شوهر چطور حالش؟ پترام حالش چطوره؟ خوبه الان در مسافرت کاریه. داره الان برنامه رو میبینه؟ سلام علیک باش بکنی؟ نه الان خوابه.
احتمالا خواب. ساعت 9 صبح خوابه؟ خب اون تازه ساعت 2-3 صبح به مقصدش رسیده، بعد استراحت بکنه و کار زیاد دارن. anyway حالا مثلا برای تکرار که میخواد برنامه رو ببینه، پدرام جان خوشحالم که برنامه رو میبینی، خوشحالم که سفرت به خیر بوده و امیدوارم که به خیر و سلامتی برگردی. آمین. ازت فقط یک خواهش دارم، سوغاتی فراموش نشه. و سوغاتی اتفاقا همیشه میره، این همه جا میره تو دنیا، مثلا بهش میگم برو فلان جا، خب دیشب آدرس مغازه های دنیا رو بهش میدی. آره دیروز رفته بود لندن بود دیروز، بعد بهش گفتم که حتما میک شور بکن که بری و فشن چیپس لندن. آره خیلی معروفه. بعد میگه که اینجا اینقدر سرده که اصلا من بیرون نمیتونم برم، خیلی سرده. گفتم نه برو میک شور بکن به برو فلان ایستگاه اونجا رو وایسا، بعد برو فشن چیپس بخور، بعد برو توی یه چین مغازه های شعبه هایی دارن و مثل داروخونه است و تنها جای در دنیا، شما شاید جاهای دیگه هم باشه ولی میدونم که در امریکا ما نداریم، ویتامین سی 1500 میلی دارن. من اینجا دارم، من همینجور بله نه نه بشین بشین، اون 1000 تاست از کاسکو گرفتیم، کوالیتیش هم اصلا به درد نمیخوره. نه سب کن بذار فکر کنم. It's thousand milli. مطمئن نیستم، مطمئن نیستم. حالا دوستان عزیزانی که تازه به بیننده های پیام آرامش پیوستید، ما پدر و دختر خیلی با هم روی ایر اونایی که زمان تازه خوبی داریم، اونایی که تازه ملحق شدید بهتون خوش آمد میگیم. یعنی ما میتونیم با کشیشامون اذیتشون بکنیم. بله. حالا چه پدرتمون هم باشن که دیگه بیشتر خیلی بیشتر میتونیم اذیت کنیم. ولی به قبل از اینکه این جریان سوکراتی رو بذاریم در ضمن دیدمش خب اون آقای سوکراتی خراب کرده، توضیح نده، برو سر آیت. I saw him actually هفته پیش دیدمشون. هفته پیش دیدمشون، جاتون خالی، رفته بودیم صبحونه و بعد دیدم خودش و مریم عزیز خانومشون از ماشین اومدم. بابا برامونو نبریم، برنامه زنده است کشیش. اوکی اینو میخوام براتون بگم. بله بفرمایید، اذیت نکنه کشیشم. بله بله. قبل از اینکه بیام، یکی از دوستان خیلی خیلی خوب تماس گرفتم و گفتن نیلی جان همسرت نیست، شب سالانه تنها نمون و بیا پیش ما. و من رفتم باهاشون شام خوردم که عجله عجله. به این دلیل دیر اومدی، شامم خوردین؟ سبزی پلو ماهی، یعنی ماهی از آلاسکا اومده بود، سبزی پلو بسیار خوب و ماهی دودیشم از میشیگان اومده بود، بسیار خوب بود. بعد نه. همه مخلفات نارنج و اینا، خب مزه است دیگه، ماهی دودی مزه. anyway. من کلسترولم میره بالا. خیلی زمان خوبی داشتیم و صحبت میکردیم و خداوند واقعا شکر کردیم. یک میهمانی داشتن که قبل از اینکه خب غذا رو شروع بکنیم، دعای اول رو من انجام دادم، بعد یک آقایی بودن ایشون هم دعا کردن. و چقدر زیبا هست وقتی که آدم میره یک جای مهمانی، شما کسی رو نمیشناسی، ولی وقتی که صحبت میکنن میبینی که واو، اینها هم چون کلام خدا میگه که فرزندان من همدیگر رو پیدا میکنن. و یکی از زیبایی هایی که وقتی که شما عزیزان به خانواده مسیح و مسیحی وارد میشین، یکی از زیبایی هاش اینه که چطور توی زبان فارسی میگن خون خونو میکشه، همون احساس بین ایمانداران هست. یعنی شما فرض بکن یه جایی برین، کسی رو هم نشناسین، ولی به محض اینکه شخص دهانش رو باز میکنه و شما احساس میکنی و متوجه میشی که اون هم خداوند رو میشناسه، مسیح رو میشناسه و نجات داره، خود به خود یک احساس خیلی خوبی گرایشی به وجود به شما دست میده. و چقدر زیبا بود که این شخص هم دعای بسیار خوبی ایماندار کردن، ایماندار بودن. بله. و چه داستان، از کجا آمده بود؟ خیلی جالب بود، ایشون
از اوریجینالی 30 و چند سال پیش در دانمارک زندگی میکردن و از طرف دولت دانمارک چون توی نیوی بودن رفته بودن به قسمت های قطب شمال و گرینلند و اونجا خب خدمت کرده بودن 4 سال و نیم و بله. استرالیا گفتیم؟ قطب شمال آیسلند؟ نه یعنی اون قسمت ها okay. قطب شمال که دیگه اون تهه و توضیح میدادن، خیلی جالب بود، توضیح میدادن که خب مردم اونجا چطور زندگی میکنن و چطور برای گذران زندگی روزهاشون و شبهاشون به چه صورتی میگذره. و بعد به این قسمت رسیدیم که خب در منطقه‌ای که ایشون 4 سال و نیم زندگی میکردن کل جمعیت اون جزیره بزرگترین جزیره دنیا هست. کل جمعیت اون جزیره 10,000 نفر بوده و همون آیسلند فکر بله و مردم اونجا میگفتن وای چقدر ترافیک اینجا زیاده. یه دعوتنامه برای لس آنجلس براشون بفرسته. از ترافیک و اینها شکایت میکردن. بعد من به یکی از عزیزان گفتم اونجا دیگه فروشگاه نیمن مارکس و ساکس فیفت اونیو و اینا نیستش. گفت نه واقعا اونجا فقط یکی گروشری داریم، همین سوپرمارکتی که داریم. نه گفت پای تختش اسمش چیه؟ دقیقا یادم نیست، گفتن ولی من خاطرم نیست. و یکی دوتا از این گروشری ها داریم، یه جا داریم مثلا حالا در حد میسیس مثلا که لباس و اینا بخرن و بعد چند تا رستوران و اینا و همین. بعد صحبت پیش اومد که خب در یک چنین جاهایی مشغله زندگی کمتر میشه و آدم ها به نسبت خیلی ساده تر زندگی میکنن. چرا من این جریان رو گفتم و چرا به کجا میخوام برم؟ ببینید دوستان عزیز، در ایام عید هستیم. معمولا همین نوع صحبت رو در زمان کریسمس هم ما خیلی میکنیم با شما عزیزان. ایام عید زمانیه که خب یک جشن و آیین باستانی ایرانی اسلامی نیست، خدا رو شکر، آیین باستانی ایران زمینه و زمانی هست که مخصوصا در میان کردها جزو اولین قبایلی هستند که بسیار بسیار پاس می‌دارن این آیین رو، یعنی جشن چهارشنبه سوری، آتش روشن کردن و رقص‌هایی که انجام میشه و به استقبال نوروز و بهار رفتن جزو آیین ما هست. و وقتی که نگاه میکنیم کشیش حمید سفره هفت‌سین رو، من واقعا خیلی دلم میخواست که میتونستم امسال در اینجا سفره هفت‌سین رو بذارم، ولی همطور که اطلاع دارین متاسفانه به شدت حالم بد شد توی ویکند و خیلی از کارا نتونست انجام بشه. ولی سفره هفت‌سین ایرانی رو وقتی نگاه میکنین میبینیم که یک بالانس و تعادل بسیار زیبایی در این سفره رعایت شده. در جایی که سیر هست، سرکه هست، در جای دیگه در قسمت درست روبروی اون شیرینی هست. اوکی. و معنی خاصی داره؟ 100%. سیب رو میذارن روی سفره هفت‌سین، سیر میذارن روی سفره هفت‌سین، سماق رو میذارن، سبزه، ماهی و آینه. سرکه هم میذارن چون زندگی به طور کل با همدیگه میشه زندگی، همه چیز همه با چیز هم. با هم بره. و اکثر عزیزانی که میخوان به عیسی مسیح ایمان بیارن و یا اینکه در مشکلات هستن، اصلا به هیچ چیزی ایمان ندارن، میگن اگر خدا بود پس چرا این همه مشکلات در زندگی من هست؟ شما به هفت‌سین خودمون نگاه بکنید، اصلا اون دیگه ربطی به دین و مذهب نداره.
برمیگرده به اون چه که ما بودیم. زندگی هم شیرینی داره، هم شوری داره، هم تلخی داره، هم خوشی داره، هم ناخوشی داره، و بالانس و تعادلی که هست اون باعث میشه که این زندگی بمونه و به هم بپیونده. حتی نمودار شما استاتستیک رو وقتی نگاه میکنین، ضربان قلب انسان رو نگاه میکنین، وقتی که بالا میره پایین باید بیاد، دوباره باید بره بالا تا به آخرین نقطه و پایانی ترین نقطه نرسه، این دوباره نمیتونه بره بالا. قلب انسان وقتی که میتپه مثل حالت دم و بازدمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در همه چیزی که خداوند آفریده بر اساس تعادل هست، و زمانی که ما در زندگیمون اون تعادل رو از دست میدیم، اون زمان هست که اون اساس و بنیان کم کم به لرزه میفته. عزیزانی هستن که خب خیلی فکر میکنن خب من اومدم حالا مسیحی شدم مثلا، پس چرا الان مریض شدم؟ پس چرا الان پیچه که من نمیدونم اونطوری که دلم میخواد؟ ببینید خیلی مهمه که در زندگیمون همیشه تعادل رو رعایت بکنیم. در ضمن خواست خدا نیست و خواست خداوند نیست. آها، حالا چیه پس؟ ما همیشه فراموش میکنیم که به عنوان انسان خداوند به ما حق انتخاب داده، اختیار تام داده به ما. وقتی که خداوند ما رو آفرید در باغ عدن، قبل از اینکه انسان رو بیافرینه، گفت ما انسان رو شبیه خودمون بسازیم تا بر ماهیان دریا و بر حیوانات حکومت بکنه. ما انسان رو شبیه خود بسازیم. ولی از اون ور یه قاعده و قانونی برای انسان گذاشت و گفت از همه چیزهایی که هست بخور به غیر از این میوهی که درخت شناخت معرفت نیک و بد هست. و وقتی که ما نااطاعتی میکنیم از خداوند و اون قانونی که برای ما گذاشته، دیگه توی اون محیط پروتکشن خداوند نیستیم. چون از خداوند وقتی جدا میشیم، گناه بین انسان بین ما و خداوند قرار میگیره. پس اگر مشکلات میاد، اگر بیماری میاد، اگر ناراحتی میاد، خدا مریض نیست که بخواد با مشکلات و با بیماری حواس ما رو جمع بکنه. به خاطر انتخاب هایی که ما میکنیم، یه سری کانسکونس و یا نتیجه اون اتفاقات توی زندگی ما میاد. بله. حالا من اگر اجازه بدید پیشنهاد میکنم که، چون این خیلی مبحث مهمیه، میخوام ادامه بدیم، ولی اگر اجازه بدیم میخوام اول جریان سقراطی رو پخش بکنم. جدید آهنگشون؟ فکر نمی کنم دیده باشی. شاید آهنگشو شنیدی. موزیک ویدیو گذاشتن. موزیک ویدیوس. آره. بذار ببینم اینجا آماده. همینجا نگه دارین این قسمت رو، چون به یه جای خوب میخواییم برسیم. دقیقاً. اینجا باشین. من جریان سقراطی رو براتون پخش میکنم، تا چند لحظه دیگه در خدمتون خواهیم بود. Hey, how are you? Are you ready to record? Yes, I am. Let's do it.
خب امیدوارم که از این جریان سقراطی خوشحال چی میگن خوشتون اومده. That was nice. آره چند تا آهنگ و سرود و این چیزا رو قاطی آماده کردم. یعنی اینجوری نیست که مثلا من الان درخواستی بذارم اونجا مردم چرا درخواستی ببینه. شما میتونی انتخاب بکنی ولی فکر نمیکنم شما درخواستی داشته باشی که من اینجا نداشته باشم. سگمنت بعدی گوش بدین سگمنت بعدی یعنی آهنگ بعدی رو که پخش میکنم میخوام قیافه نلی رو شما ببینین چقدر سورپرایز میشه از این آهنگ، چون فکرشم تصورشم نمیتونه بکنه که من این آهنگ رو دارم براش پخش میکنم. جدی؟ خودم خوندم؟ راستی سرودی چیزی داری بخونی یه چیزی؟ سبزی پلو مایو سیری که من چطور پس میمونی؟ بذار پس یه دونه اول بعد از این چای اگه داشته باشیم بذار بعد از این جریان سقراطی که الان اتفاقا کشیش اینو بگم. خب از سال 2003 اولین سرودی که خداوند از طریق روح مقدسش به من داد سال 2003 بود. خب بعد اومدیم تا سال 2000 و فکر میکنم 2009-2010 شد 7 من اون 7 سرود رو دارم و همیشه دنبال یک زمان مناسبی بودم که حالا بتونیم اینها رو بذاریم روی DVD و یا CD، حالا که دیگه اصلا CD و DVD هم دیگه نیستش. در اختیاره انقدر اینا رو نگرش تو دموده شد. آخه ببینین فرق میکنه شما بخوای بشینین و یه چیزی بنویسین با اینکه وقتی که در دعا هستی، وقتی که خداوند واقعا یکی از سرودها که همونی که شما خیلی دوست داری ای مردم غم دیده اون سرود اون الان یادت هستی خود دو سه بیتش رو بخونی برامون میخوره به اینجا خیلی. اون کسانی که خیلی ممکنه داون باشن از نظر روحانی پایین باشن در نیمه دوم اگر برم یه ذره داد بزنم ببینم کدوم باز بشه، ولی یک همچین سرودی چیزی بود که بی اختیار، یعنی یک لحظه من فقط این خودکار رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن و از روح خداوند بود. حتی سبکی که بعد خونده بشه، چه اینسترومنت هایی درش استفاده بشه، که هیچ کدوم از سرود همه چیش هیچ کدوم از سرودهایی که خداوند به من داده هیچ کدوم از اونها هنوز روی آهنگ نیومده، چون اگر خاطرتون باشه قرار شد روی این مسئله دعا بکنیم. خیلی مهمه. من یه بیتشو بخونم با صدای خودم؟ نه باید روش دعا بشه که اصلا چه کسی بیاد اینها رو ارنج بکنه. و حالا در فکر بودم اتفاقا چند وقت پیش که با خداوند صحبت بکنم اگر اجازه بدن این 7 سرود رو در یک مجموعه بشه یه دیویدی یا در همین اپایی که هست گذاشت برای دوستان عزیز، برای اینکه بیشتر حالت مناجات و گفتگو و راز و نیاز رو داره تا اینکه سرودی گفته بشه. البته میدونین که من واقعاً یکی از عزیزانی که به طور مخصوص میدونم که مسح خداوند رو داره در پرسته جیلبرت عزیز هست. بله بله. و جوزف هم همینطور جوزف خانوادگی جدیدن همشون. خب یه آهنگ دیگه هم جوزف درست کرده، ولی کدومش رو شنیدی اون از جدیدا؟ آخرینی که درست کرده البته فکر میکنم به زبان انگلیسی هست، ولی جیلبرت 20 سال پیش در واقع، بعد از اینکه من 3 سال
بایبل استادی می کردم و کلام رو می خوندم و هنوز ایمان نیاورده بودم، برای شما دوستان عزیز شاید جالب باشه، 3 سال من بایبل استادی می کردم، کلام رو می خوندم، دارم صحبت می کنم از 23 سال پیش. بله. من ایمان نداشتم و ایمان نیاورده بودم، ولی از اونجایی که فقط میخواستم ببینم که چی هست و دنبال این میگشتم ببینم خب حالا من چی میتونم توی این کتاب پیدا بکنم که بتونم بر علیهشون استفاده بکنم، به قصد ایراد گرفتن بود. ولی شاگرد بسیار زرنگی بودم، نفر اول میرفتم مینشستم و کلام خداوند زنده است و شما رو میکشونه به دنبال خودش. و اولین بار که من به کلیسا دعوت شدم و من وارد کلیسا که شدم، بار اول ژیلبرت بود که پیانو میزد در اتریش. همزمان پناهنده بودیم، اونا اومده بودن که منتظر بودن کار امریکاشون درست بشه بیان. من 3 سال پیشتر از اونها اونجا زندگی میکردم و دیگه دانشگاه میرفتم و داشتم درس میخوندم که و اونا اومده بودن توی کلیسا و خب خدمت رو شروع کرده بودن. من اصلا نمیدونستم برادرهایی کیه، ژیلبرت کیه، جوزف کیه، اصلا هیچی نمیدونستم. و وقتی که وارد شدم و این با پیانو میزد و اون آهنگ که تقدیم نمایم خود را با حمد ای روح خدا، شکر که تقدیم نمودی عیسی را، هدیه نمودی عیسی را به ما، وقتی که این رو شنید من تمام وجودم دگرگون شد، برای اینکه تا حالا ندیده بودم و نشنیده بودم ورشیپ و پرستش به زبان فارسی. و بسیار صحنه زیبایی بود، برای اینکه ژیلبرت داشت پیانو میزد، ربکا خواهر بزرگترشون فلوت میزد، آندره کوچیک بود بیس میزد و درام میزد و جوزف بیس میزد. یک خانواده ای که همه در خدمت خداوند هستن، پرستش میکنن. و اصلا همین جوری من اومدم نشستم و زمانی هم که ملاقات رو در رو با مسیح داشتم، همون ورشیپ من رو به خودم آورد و باعث شد که زبانم رو باز کنم و از مسیح بخوام که بیاد و به من کمک بکنه. صحبت از ورشیپ می کردیم که واقعا مسح خداوند رو این خانواده دارن و گاهی اوقات هست یک سرودی داره، سرودهای بسیار زیبایی داره و وقتی که این سرودها رو میخونه تمام شاید بگم سلولهای بدن من به طرف خداوند کشیده میشه. به خاطر همین خیلی مهمه که توی ارنجمنت، توی سرود خوندن، توی ورشیپ با چه روحی اون ورشیپ انجام بشه و اون کسی که ورشیپ میکنه یا نیایش میکنه خیلی مهمه که روح خشم یا زنا یا حسادت یا غیبت نداشته باشه، برای اینکه هر روحی که در این شخص، شخصی که داره نیایش میکنه در کلیسا باشه، به وسیله اون آهنگ و نیایش و سرودی که میخونه به کلیسا منتقل میشه. یک شخصی بود که در سوئد فکر میکنم باشن یا دانمارک، یادم نمیاد، یکی از این دو جا، که من آهنگاشو همیشه پخش میکردم. بله. بعد یکی از اعضای کلیساشون با من تماس گرفت، گفت کشیش حمید شما میدونستین این مرد چه جور آدمیه؟ گفتم دارم خب سروداشو نگاه میکنم، به نظر بد نمیاد. یه چیزایی در موردش گفت، من اول فکر کردم ممکنه مثلا گاهی اوقات بین اعضای کلیسا دلخوری پیش میاد و فلان، زیاد جدی نگرفتم. ولی در عرض یک ماه، البته یه خورده کمتر پخش کردم آهنگایشون رو تا تاییدیه بیاد،
و در عرض یک ماه از دو جای مختلف که همدیگر رو میدونم نمیشناختن به یکیشون رو من میشناسم، قابل اعتماد من هست، هر دو این کرده. مسئله رو گفتن که این شخص روح دزدی داره، روح زنا داره، روح خشم داره و از کلیسا هم دزدی کرده. به خاطر همینه که شبانان کلیسا، کشیشان کلیسا مسئول هستید در برابر خداوند. خیال نکنید که آخ اگر الان این موزیسین رو بشونم سر جاش، اجازه نوازندگی بهش ندم، الان قهر میکنه میذاره میره، اگر اون بره خدا 50 نفر دیگر رو برات میاره. نترس، ولی همیشه برای حقیقت بیست. و اگر میدونی در یکی از خادمین کلیسا، در اعضای کلیسا که خب معمولا شخص گناهکار میاد کلیسا که نجات پیدا بکنه، ولی کسی که خادم کلیسا هست اگر گناه درش میبینی و عکس‌العمل نشون ندی، تو مسئول هستی در برابر خداوند و اون کلیسا صدمه میبینه. بذارید براتون یه دونه آهنگ سورپرایز قبل از اینکه آهنگ رو بذاریم کشیش، من میخوام اون صحبتی که قبلا کردیم رو ببندیم که دوستان عزیز همجوری نمونن روی هوا. صحبتی که قبل از سرودی که برادر سقراطی عزیز داشت میکردیم در مورد این بود که گناه میتونه بیاد بین ما و خداوند، بین من ایماندار که دعا میگم، میشینم دعا میکنم و جواب دعا قرار بگیره. دو نوع الان میدونم بیننده داریم، یکی عزیزانی که مسیح رو نمیشناسن یا فقط اسمی از مسیح شنیدن، و عزیزان دیگه‌ای که با مسیح آشنایی دارن و حتی لذت حضور و بودن در کنار مسیح رو هم شاید تا حدی چشیده باشن. برای اون دسته دوم که به اسم ایماندار به مسیح هستید و اگر در زندگی تود میبینید که سختی هست، خب تا زمانی که در این دنیا و در جسم هستیم کشیش، همه به انواع و اقسام مختلف تجربه برامون پیش میاد، وسوسه برامون پیش میاد و خداوند هیچ گارانتی نداده که شماها وقتی که ایمان میارین دیگه مشکل ندارین. اتفاقا خدا به انسان وقتی که آدم وقتی که شکست اون پیمانش رو با خدا و گناهگر، گفتش که تا آخر عمرت باید با عرق پیشونید غذا بخوری و زحمت بکشی، و به زن هم گفت درد زایمانت رو به تو میدم که چون گناه کردی. ولی وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم میدونیم که مشکلات و سختی ها نمیتونه ما رو از پا در بیاره، چون ما یک اسلحه‌ای داریم به اسم عیسی مسیح و مهمتر از همه اون زره کامل خداوند رو میپوشیم که کلا خود نجات، نعلین انتشار انجیل و سپر ایمان و شمشیر کلام خدا و چند تا دیگه. اگر در زندگیتون مشکلات هست، سختی ها هست و به ظاهر دعا می کنید و جواب می گید نمی گیرم، تنها و تنها و تنها جوابش اینه که قلبتون رو نگاه بکنید و ببینید که کجاش با خداوند و خودتون رو راست نیستید. بله. گناه از راه‌های بسیار ریز وارد زندگی میشه. این رو همیشه خود شما وقتی که کانسلینگ میکنین و با من و پدرام بایبل استادی میکنین همیشه به ما گفتین که مراقب گفتار، افکار
و رفتارتون باشین. برای اینکه اون چه که در فکرمون میپرورونیم زاییده میشه، به زبان میاریم، بعد زاییده میشه، تبدیل به حیات میشه. در زمانهای زندگی میکنیم که شش هم میونه کلامه توضیح بدم این قسمت رو، به خاطر اینکه کلام خداوند میگه، خدا، شما جلوتر اشاره کردید، خدا انسان رو شبیه خودش آفرید. درست. و خدا با کلامش گفت و شد و آسمون و زمین به وجود اومد. اون قدرت کلام رو خدا به ما داد که شبیه خدا آفریده شدیم. بنابراین انجیل میگه اون چه که به زبان بیارید. ببینید، نمیگه اون چه که در دعا به زبان بیارید. چرا؟ اونم در مرقس 11 فصل 11 آیه 23 میگه، ولی در قسمت دیگه میگه اون چه که به زبان بیاری همون برات میشه. اگر دائم برای مثال بگی به بچه‌هات بگی تو هیچ وقت آدم بشو نیستی، تو هیچ وقت به جایی نمیرسی، تو هیچ وقت نمیدونم درس تموم نمیشه، آخرش حمال میشه، نه اینکه حمال شو، بنده حمالی کردم در آمریکا، اولین شغل من در آمریکا حمالی بود. حمالی شغل بدی نیست، زحمت کشی هست، شغل آبرومند هست، بهتر از دوستیه، بهتر از راه‌های نادرسته. ولی منظور حمال رو در ایران به عنوان فحش به کار میبرن، همونطور که عمله رو به عنوان فحش به کار میبرن. بنابراین عزیزم، شما باید مراقب کلماتی که از زبانت صادر میشه خیلی زیاد باشی، که به بچه هات چی میگی، به شوهرت چی میگی. مرتب به این و اون نگو من میدونم آخرش این شوهرم به من خیانت میکنه. مطمئن باش خیانت خواهد کرد، چون تو اون خیانت رو آفریدی و دعوتش میکنی به زندگیت. اگر تموم شد این قسمت صحبتتون، میخوام یه آهنگ خوشگل. شما خیلی امشب بابا نوروزه، نوروزه و یه چیزی رو بعد اعتراف بکنم، چون میدونم خیلی ها در این نوروز شاید حالت دوگانگی براشون بله، پیش بله، میاد. بله، بله. خیلی ها تنها هستن. من یه پیشنهاد دارم به علت چه میخوام توضیح بدم. یه آهنگی میخوام پخش بکنم و من اینجا نه آره سورپرایز هست برای نلی، ولی یه آهنگ پخش میکنم و بعد از این که میایم تو شما تنها میشینی جلوی دوربین. نه جلوی دوربین. آره بگو نه. چرا؟ برای اینکه این حیوانی ها 3 ساعت توی اون اتاق زندانی هستن، باید برن بیرون، باید بیان اینجا احوال پرسی بکنن، صدای زوزش رو من دارم میشنوم. میشینی اینجا موعظه میکنی تا من برگردم. من در اصلا در اولا من هیچ ادعایی ندارم، من یک خادمی بیشتر نیستم، اولا زیر نظر خداوند، بعد هم تحت سرپرستی شما. اگر پس بنابراین شما باید بگه هرچه شما امر بفرمایید پدر، نه اینکه من نه این کار نمیکنم. چشم، هرچی که خداوند بگیم میگیم. اجازه بدید این آهنگو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم، یعنی ایشون در خدمتون خواهم. در ضمن اگر سوالی دارید، تلفنی که روی صفحه میبینید برنامه زنده است، میتونید تماس بگیرید. خوشحال میشیم بشنویم از کجای دنیا دارید نگاه میکنید، و همچنین به خصوص اگر شهادتی دارید، معجزه‌ای در زندگیتون اتفاق افتاده، رو دروسی نکنید، بیایید برای مردم تعریف بکنید. بریم با هم دیگه به این آهنگ گوش بدیم و خانم نلی در خدمتون خواهند بود. خب دوستان عزیز، این هم از سورپرایز کشیش حمید. سورپرایز جالبی بود، حالا دستشون درد نکنه، مرسی. به هر حال برمیگردیم به کلام خداوند. اینجا یه مقدار توی استودیو ما این سگ‌هایی که هستن یکم افتادن به جون هم دیگه، میبخشید اگر صدا زیاد هست. به هر حال
داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که دوستان عزیزی که به عیسی مسیح ایمان دارن و یه مقدار حالت کانفیوژن و یا حالت سردرگمی وجود داره براشون و نمیدونن که خب حالا ما که به مسیح ایمان آوردیم چرا هنوز مشکلات هست، چرا هنوز سختی هست. و اگر بخوایم واقعا با خودمون رو راست باشیم، اگر بخوایم که به طور کامل زندگیمون رو در اختیار اراده خداوند بگذاریم، این به این معنی نیست که مثل ربات باشیم، چون خداوند ربات نیافریده. اما از اونجایی که ما آفریده دست خداوند هستیم، پس اون از ذهنیات ما، از نیازهای ما، از خواسته های ما بهتر از هر کسی باخبر هست. درست مثل یک پدری میمونه که فرزندش رو از بچگی بزرگ کرده و میدونه که خیر و صلاح این فرزند در چی هست. و الان این فرزند بزرگ شده و برای خودش اختیاراتی داره، تحصیلاتی داره، یک مقدار در جامعه وارد شده و بعد پدرش میگه که نه پدر، شما راهی رو که برای من در پیش گذاشتی این راهی نیست که من میخوام برم. خب اون پدر به خاطر دوراندیشی که داره و از طرف دیگه به خاطر محبتی که داره اجازه میده که اون فرزند خودش تصمیم بگیره. ممکنه دلش بشکنه، ممکنه ناراحت بشه، اما هیچ وقت به زور نمیتونه بیاد بگه که نه، باید این راهی رو که من گفتم بریم. به خاطر همین ممکنه اون شخص بره و راه خودش رو انتخاب بکنه و موفق نشه. ولی همیشه آغوش پدر به سوش باز هست. روی سخن من با کسانی هست که به کلیسا میرید، با کسانی که خودتون رو مسیحی میخونید. امشب شب سال نو هست و شاید اکثر برنامه های دیگه راجع به یه سری مسائل دیگه صحبت میکنن، اما دلیلی هست که من اینجا نشستم و با هدایت روح خدا شاید یک مقدار عمیق‌تر راجع به مسائلی که در این سال جدید و در این شب سال نو به قول معروف بیاییم با خودمون و با خداوند رو راست باشیم. وقتی که ما میگیم به عیسی مسیح ایمان میاریم، مسئله فقط اون اعتراف به ایمان نیست. در کنار اعتراف به ایمان، بعدش پشت سرش توبه میاد. توبه یعنی بازگشت، بازگشت کامل از گناه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که ما از گناه بر می گردیم و دیگه گناه نمی کنیم، سعی می کنیم گناه های دونسته حداقل نکنیم، باعث می شیم که یک حاله، یک انرژی از روح مقدس خداوند در کنار ما همیشه باشه. فراموش نکنیم یکی از شخصیت‌های مهم در تثلیث شخصیت روح القدس هست. اکثرا این شخصیت رو ما فراموش می‌کنیم. روح القدس روحی است که عیسی مسیح گفت من میرم و روحم رو برای شما می‌گذارم. روح خداوند هست، در واقع اون روح پاک عیسی مسیح هست، روح قدوس خداونده که بهش میگن روح القدس. اون قدوسیت روح خداوند هست که با ما دوست داره که همیشه در گفتگو باشه، مشاور ما هست. در واقع روح القدس مثل مشاوری امین همیشه و در همه حال میتونه در کنار ما باشه و ما رو راهنمایی بکنه، یادآوری بکنه، هشدار بده،
محافظت بکنه، حکمت به ما بده. وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، دعای توبه رو میخونیم و میگیم که ای خداوند، من از گناهانم دانسته ندانسته توبه میکنم و ای عیسی از تو میخوام به قلب من وارد بشی، گناهان من رو ببخشی و کنترل و رهبری من، زندگی من رو پوزش میخوام، از این لحظه به بعد در دستهای خودت بگیری، در واقع روح القدس رو دعوت میکنیم. اما درست دعوت ما از روح القدس مثل اینه که ما یک مهمان رو به خونمون دعوت کرده باشیم، بعد شما برین تو آشپزخونه و اتاق خواب و کارهای خودتون رو انجام بدین و هیچ وقت با این مهمان اصلا صحبت نکنین و اصلا انگار که نه انگار این مهمان وجود داره. اجازه بدین من از کشیش حمید خواهش کنم بیان و ببینن آیا این اتاق فرمان ما درست کار میکنه یا نه، چون من الان یه تصویر دیگه‌ای دارم اینجا میبینم، زیاد آشنایی ندارم. امیدوارم که روی ایر همچنان هستیم. به هر حال بله میگن که هستیم. وقتی که روح القدس رو دعوت میکنیم و باهاش صحبت نمیکنیم، مثل میزبانی هستیم که مهمون اومده، بعد ما رفتیم تو اتاق خواب، خب روح القدس خیلی خوش اومدی، تشریف داشته باشین اینجا، از خودت پذیرایی بکن، ولی در واقع اون اومده که با من و با شما صحبت بکنه، اومده که مشاور ما باشه، اومده که به ما بگه نلی فردا مثلا داری میری سر کار، حواست باشه. و باور بکنید عزیزان، شاید برای اون دسته که هنوز با عیسی مسیح قدم بر نداشتید، شاید براتون جالب باشه یا خنده‌دار باشه یا مسخره باشه که یعنی چی. خداوند میگه که روح القدس رو باهاش مشورت بکنیم. در جای دیگه کلام میگه که با من وقت بگذارید، من رو اطاعت بکنید تا من شما رو از اسرار خودم آگاه بکنم. پس ببینید که چقدر مشورت با روح القدس و نشست و برخاست کردن با روح مقدس خداوند در مسیحیت اهمیت داره. حالا چرا؟ وقتی که ما با روح خداوند در گفتگو هستیم، مشورت میکنیم، ناخودآگاه از گناه دوری میکنیم، ناخودآگاه دیگه اون غیبت خیلی جوسی که بسیار به گوش آدم لذت بخش میاد دیگه نمیخواد، زبونت نمیخواد باز بشه. ناخودآگاه توی سلفونتون، توی این فیسبوک و اینستاگرام که واقعا ویران کننده خیلی از روابط و خانواده ها شدن، شما تو قسمت سرچش دیگه دنبال آدمای مختلف نمیگردی. او فلان شخص رفته مهمونی آنچنان لباس پوشیده، یا هزار جور سایت های مختلف هست. ناخودآگاه شما نمیخوای گناه بکنی، ولی ناخودآگاه نیست، از روی آگاهیه. بعد از یک مدت، چون آگاهی پیدا میکنید به محیط اطرافتون و آگاه میشید، حساس میشید به حضور روح خداوند. یه مثال براتون میزنم. شما دوستان عزیزی که سیگار میکشید، بار اول که سیگار میخواستید بکشید، آیا راحت بودید جلوی پدر مادرتون این بسته سیگار رو بردارین و فندکتون رو بزنین و سیگار بکشید، توی منزلتون بشینید؟ نه. چرا؟ چون شرم داشتید، حیا میکردید از حضور پدر و مادرتون.
وقتی که در حضور خداوند هستیم، در مورد گناه به همین صورت شرم داریم، حیا میکنیم. و بعد از یک مدتی این تمرینات رو وقتی ادامه میدیم به صورت عادت در میاد. دوست خوب من، ساعتها و دقایقهای آخر ساله، ببینید سال جدید میشه، کریسمس میاد، نوروز، تولد، اینها همه یک روز دیگه ای هست. سال و ماه و زمان رو انسان گذاشته برای اینکه یک مبدعی باشه که تاریخ رو بخواد تشکیل بده، ولی به خودی خودش معنی نداره. فردا یک روز دیگه ایه، فردا روز اول بهاره، ولی به خودی خودش فردا معنی نداره. فرق نمی کنه امروز یا فردا، فرق نمی کنه پری روز با فردا، هیچ فرقی نمی کنه. فقط یه روز دیگه است. 24 ساعت دیگه میشه سال نو، بر طبق اون استانداردی که ما آدم ها گذاشتیم برای خودمون. ولی در حضور خداوند زمان و سال و ماه معنی نداره. به روزهای عمر ما داره اضافه میشه. و شما دوست خوب من که میگی به عیسی مسیح ایمان آوردی، ولی توی کارت مشکل داری، تو ازدواجت مشکل داری، تو روابطت مشکل داری، کلیسات بیشتر از 5 نفر نمیشه، جلسای بایبل استادی و دعات برکت نداره، بیماری های مختلف میاد به سراغت، مهمتر از همه ناآرومی، تنها پیشنهادی که میتونم براتون داشته باشم اینه که یک ارزیابی و ایوالویشنی بکنید نسبت به جایی که درش ایستادید، از لحاظ ایمانتون، از لحاظ اعتماد و اطمینانی که دارید، رابطه‌ای که با خداوند و روح مقدسش دارید، کلام خداوند رو، زبان خداوند رو، قلب خداوند رو و راه و روش زندگی رو، مهمتر از همه چیز چقدر با خداوند وقت می‌گذارید. من و شما که میگیم ایمان داریم، بر طبق این کلام آنچه که قدرت، برکت، آرامش و چیزهای نیکو، صفات نیکو هست رو ما داریم. و خداوند در اسم عیسی مسیح اون اقتدار رو به ما داده و ما میتونیم از اون اقتدار استفاده کنیم. ولی اگر در زندگی ما گناه باشه، اون اقتدار تأثیری نداره. هر چقدر من صدامو تو کلیسا بلندتر بکنم و هللویا و داد بزنم و فریاد بزنم و دعاهای قشنگ بکنم، ولی وقتی که تو منزل هستم با همسرم با نامهربانی صحبت بکنم، به همسرم تهمت بزنم، بخوام پایینش بیارم، با دوستانم یک دل نباشم، کینه داشته باشم، حسادت بورزم، بد جنسی توی من باشه، بد دلی توی من باشه، خدا فریب نمیخوره. گناه میاد و جلوی اون برکات رو میگیره، جلوی جواب دعای من رو میگیره، جلوی فلو و اون
آرامی که در خداوند باید در من باشه رو میگیره. در کتاب یوحنا 3:16 میگه که زیرا خداوند آنقدر جهانیان رو دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه زندگی جاوید پیدا بکند. و در جای دیگه میگه که فرزندش رو نفرستاد به این زمین، روی زمین که محکوم بکنه، بلکه که نجات بده. پس در این ساعتهایی که داره به اواخر سال نزدیک میشیم، خوبه که یک مقدار خودمون رو بسنجونیم. غرور یکی از مخربترین صفاتی هست که ما رو کاملا از خداوند جدا میکنه. و اما برای شما دوستان عزیزی که عیسی مسیح رو نمیشناسید، ممکنه مسلمان زاده باشید و یا از باورهای مختلف دیگه، و یا دلتون شکسته از اینکه به اسم دین و مذهب خیلی اذیت شدید، یا اینکه میترسید که ای وای من الان اگر اسم مسیح رو صدا بزنم، به قول کشیش حمید میگفت الان پنجتر میان منو شقه شقه میکنن، درسته؟ به ما بپیوندید کشیش. و یا اینکه در توهم هستید، و یا اینکه اصلا ایمان ندارید، میگید بابا اصلا من نمیخوام خدا و مذهب و اینا رو، اصلا من نمیخوام، به هیچ ایمان ندارم. من یه پیشنتی داشتم چند روز پیش اومده بود، داشتم باهاش صحبت میکردم، بعد گفتم خداوند برکت میده زندگی تو، چون از همسرش جدا شده بود، 3 سال جدا شده بودن، بعد دوباره با هم ازدواج کرده بودن و خیلی من خوشحال شدم. گفتم که خب خدا رو شکر، حتما مطمئن باشید که خداوند برکت میده. بعد دیدم همونجا من نگاه کرد، گفتم Do you believe in God؟ من به خداوند ایمان داری؟ بعد من نگاه کرد گفت No. گفتم that's okay. گفتم باش، هیچ اشکالی نداره، ولی خدا اون برکت رو میده. شما عزیز خداوند هستید. خداوند شما رو دوست داره. حتی با این که شما اون رو نمیشناسید هنوز، ولی اون قلبش برای شما میتپه. و من یک خبر خوب دارم براتون. ایمان آوردن و یا نیاوردن شما هیچ نفعی و یا ضرری به حال زندگی من نداره. ولی میتونم این رو به عنوان یک هموطن ایرانی براتون بگم که واقعا زندگیتون عوض میشه. اون آرامشی که اگر واقعا خداوند رو بچشید، در حضورش بمونید و وجودش بیاد وارد زندگی شما بشه، آرامشی که حضور خداوند با خودش داره غیر قابل توصیف و تصوره. هیچ پولی، هیچ همسری، چه مرد چه زن، هیچ حوری و پری، هیچ ماده مخدری، هیچ مشروبی، بهترین کنیاک هم که بخورید، بهترین دراگ هم که مصرف بکنید، توی مجللترین خونه و ماشین هم زندگی بکنید و استفاده بکنید، آرامشی که در عیسی مسیح هست یه چیزی دیگه است. و در این ساعت‌های آخر سال ایرانی
از شما عزیزان یک دعوت میکنم. من اینطور ایمان آوردم. 3 سال رفتم بایبل استادی کردم. من مسلمان در یک خانواده مسلمان زاده سنی کرد به دنیا آمدم. من کرد هستم. از سن 5 سالگی قرآن و مفاهیم رو خوب یاد گرفتم و در سن 17 سالگی همه چیز رو کنار گذاشتم. در سن 19 سالگی با کلام خدا آشنا شدم. اولین چیزی که به من گفتن این بود که خدا دوستت داره و من گفتم اصلا بیخیال، اصلا بیخیال بابا، بل کنیم. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من اصلا نمیخوام دین و مذهب، نمیخوام. سرم توی درس و مدرسه و دانشگاه و اینها بود. 3 سال طول کشید برای من و بعد در یک شرایطی بود که مجبور شدم عیسی مسیح رو صدا بزنم، چون تنها چیزی بود که به خاطرم اومد. ولی الان میخوام شما دوست عزیز، شمایی که در ایران نشستی و نگاه میکنی و برای بار اولم هست احتمالاً، شاید من رو دارید میبینید و یا شاید از بیننده های پیام آرامش هستید، فرق نمیکنه. من هیچ کاری نیستم. فکر بکنید که تلویزیونتون رو باز کردید، یک عالمه مشکلات دارید، اصلا مشکلم ندارید، یه عالمه پول دارید، خونه خوب دارید، ماشین آنچنانی دارید، نمیدونم دوست پسر خوب دارید، شوهر خوب دارید، زن خوب دارید، ولی دلتون آرامش نداره. این اکستریم خوبشو میریم. دلتون آرامش نداره. طوری که من ایمان آوردم، بعد از 3 سال هنوز انقدر من سرسخت بودم که وقتی که صحبت میکردن این رگای گردنم میزد بیرون و یه سری چیزایی که میشنیدم و اینها. ولی یک بار که به کلیسا رفتم، کسی که اونجا داشت موعظه میکرد گفتش که امشب که میرین خونه خودتون از خداوند بپرسین، بگید که خدایا اگر تو واقعا حقیقت اینه و حقیقت عیسی مسیحه، تو حقیقت رو به من نشون بده. و این دقیقا اتفاقی بود که برای من افتاد. البته باز هم من شک کردم تا اینکه خود عیسی مسیح رو به چشم دیدم و لمسش کردم. و اون موقع میتونم بگم که وجودم در وجودش محو شد. احساس عجیبیه، ولی قشنگترین لحظه زندگی من بود. آیا من خیلی کاملم؟ به هیچ عنوان. انقدر جا برای بهتر شدن دارم، باورتون نمیشه. ولی آرامشی که از اون لحظه در زندگی من اومد، اطمینانی که در زندگی من اومد و برکتی که وارد زندگی من شد، تا بارها و بارها تا لبه پرتگاه رفتم ولی نذاشته بیفتم، برای اینکه فرزند او هستم. و شما هم دوست عزیز من، هموطن خوب ایرانی من که چقدر دلم برای ایران تنگ شده، شما هم میتونید در اون برکت و شادی خداوند باشید. عیسی مسیح اینطور میگه، و بعد این آیه رو میخونم و بعد آهنگی میذاریم که کشیش حمید به ما دوباره ملحق میشه که شور و هیجان رو برگردونه.
عیسی مسیح میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید. ببینید عزیزان چرا میگه یوغ مرا به گردن بگیرید؟ ما در این دنیا یوغ دنیا گردنمونه، کار بهتر، تحصیلات بیشتر، خونه بزرگتر، ماشین لاکچری، نمیدونم زندگی بهتر، مسافرت های آنچنانی، اینا یوغیه که به گردن ما دنیا میندازه، چون باید بلند بشیم، چون باید ستند اوت بکنیم، we have to be the best. این یوغیه که دنیا به گردن ما میندازه، ولی عیسی مسیح میگه یوغ من رو به گردنتون بندازین، چون اون موقع دیگه هیچ کدوم از اینا مثلا مهم نیست. نه اینکه تحصیلات بد باشه، نه، من خودم خدا رو شکر 22 سال درس خوندم، کارم هم دارم، زندگی خوب و تحصیلات همه چی و خیلی هم زندگی لاکچری رو دوست دارم، ولی در بندش نیستم. اون پشت من، اون گردن من رو نمی کشه به هیچ عنوان، چون اگر همه اونها رو از دست بدم باز هم خدا رو شکر میکنم، چون میدونم خداوند میده و خداوند میگیره. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما را آرامی خواهم داد، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. اگر شما دوست عزیز در ایران، در هر جای دنیایی که هستید و این برنامه رو نگاه میکنید، برنامه ویژه نوروزی هست، چقدر خوبه که این در قلبمون رو یه دریچه کوچولو باز بکنیم به طرف خداوند. حتی اگه باور نداری بگو حالا بیا توی قلب من، باور کن از اون چیزایی که توی قلبته، خیلی بهتره، بهت آرامش خیلی بیشتری میبخشه. به هر حال روز نو داره میرسه، سال نو داره میرسه. سپاسگزار از این که بودید با من. در گذشته من این افتخار رو داشتم که هر هفته در تمام برنامه ها با کشیش امیر عزیز، پدر عزیزم، همراهی می کردم ایشون رو، ولی خب به خاطر مشغله زیاد کاری که دارم و بیزنسی که بعد خودم باشم هر روزه، متاسفانه این فرصت و این زمان کمتر میشه و بیشتر پشت صحنه هستیم. اما دوستان عزیز، بدونید که خداوند دوستتون داره، بدونید که تمام برکات، خوبی ها، زیبایی ها، نعمت ها، شادی ها و خوشی ها رو خداوند آماده است که دو دستی به شما تقدیم بکنه. فقط شما باید دستتون رو دراز بکنید و بگیرید و هیچ نیازی به واسطه نداره. خدا رو شکر در مسیحیت نباید حتما فلان کشیش براتون دعا کنه یا فلان کس شخص واو کشیشم برامون فکر کنم کادو عید آورده. در مسیحیت ما نیازی به واسطه نداریم. امامزاده حمید نداریم، این کشیش حمید، امامزاده کشیش حمید منظورم بود، نداریم. خداوند یک سیم مستقیم، این مثل این سلفوناتونو که میزنیم به چارجر مستقیم چارج میشه، به همین صورت مستقیم وصل میشین به خود سورس، خود منبع، خود سرچشمه حیات و اون
خداوند هست. از طریق عیسی مسیح. و مطمئن باشید که آرامشی رو که نیاز دارید وارد زندگیتون میشه، وارد روح و روانتون میشه. در این ساعت‌های آخر سال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. از خداوند میخوام اگر در بین عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن کسانی هستن که بیماری دارن، بیماری هایی که دکتر بهتون گفته دیگه علاجی براش نیست، اون حکمت دنیایی هست، اما به نام عیسی مسیح دعا میکنم که این بیماری ها از بدنتون بره، این درد ها از بدنتون بره. اگر عزیزی رو در زندان دارین، از خداوند میخوام که بهشون آرامش بده و زندگیشون عوض بشه در همون زندان. اگر بستگی و گرفتگی گره‌ای در زندگیتون هست، به نام عیسی مسیح دعا میکنم که اون گره ها باز بشه. اگر کرس و یا جادو و سپلینگی در زندگیتون شده، به نام عیسی مسیح دعا میکنم که تک تک اونها باز بشه و از بین بره و قدرت اونها رو خنثا میکنم. دوستان عزیز، یکی از بدبختی های مردم ما در ایران همین رمال ها و جادوگران و فال های قهوه گرفتن که لعنت و بدبختی رو به زندگیتون میاره. پس به نام عیسی مسیح دعا میکنم اگر همچین اتفاقی برای زندگیتون افتاده، تمام این اثراتش از زندگیتون بره بیرون. اگر عزیزانی هستی که میخواید ازدواج بکنید، دعا میکنم که خداوند اون شخص مناسب رو سر راهتون قرار بده، شخصی که برای شما آفریده شد از روز ازل، شخصی که شما رو درک بکنه، شخصی که شما رو دوست داشته باشه، شخصی که شما رو ریسپکت بکنه و احترام بگذاره. و اگر خانوم هایی هستن که باردار نمیشید و دکتر بهتون گفته دیگه نمیشه، نمیدونم ناراحتی دارید، به اونها توجه نکنید. بدونید که خداوند بر طبق کلامش گفت زن و مرد با هم ازدواج میکنن و بارور و کثیر میشن. پس در اراده خدا هست که شما عزیز بچه دار بشی. اجازه ندید که روح مرگ، روح مرگ یعنی چی؟ یعنی نمیشه، نمیتونم، دکتر گفته، اون روح مرگه. اون روح مرگ رو با روح زندگی، با روح شفا، با روح محبت جایگزین بکنید. براتون بهترین ها رو از خداوند میخوام، میطلبم، آرزو نمی کنم، میطلبم از خداوند. برکتتون میدم، زندگیتون رو، خودتون رو، عزیزانتون رو، و امیدوارم که امسال سالی باشه که گره از مشکلاتتون باز بشه، امسال سالی باشه که دیگه هیچ بچه‌ای وجود نداشته باشه که مجبور باشه تو ایران بره کار بکنه، بچه کار نداشته باشیم، زن روسپی نداشته باشیم، افراد معتاد نداشته باشیم و مردم همه بتونن یک زندگی نسبتاً آرومی داشته باشن. خداوند شما رو دوست داره. خداوند برای شما نقشه‌های خوب داره. ایمان بیارید به اون چه که خداوند برای شما در نظر گرفت. به نام عیسی مسیح همه این دعاها رو برای شما عزیزان میکنم و برکتتون میدم، خودتون، عزیزانتون و خانواده هاتون رو. و فکر میکنم که الان کشیش حمید برای ما احتمالاً یک آهنگ دیگه گفتن بذارین، ولی چیکار باید بکنم الان کشیش حمید؟ اینتر رو بزنم؟ این همین اینتر رو اول اینو زیاد بکنم؟ ببخشید اینو اول زیاد بکنی؟ آره خودتون نشون دادین دیگه، کم بکنین. خب امیدوارم که از موعظه
خواهر نلی. وای نه تو رو خدا، نه این خواهر اصلا حالم بد میشه، این خواهر برادر که میگن تو ماچ چاره نیست. البته چرا چاره هست، من... چرا همون اسم و صدا آره، بکنن آره. یه جان آخرش اضافه بله، کنن بله. یعنی این که میگن خواهر یعنی اصلا همون آدم یاد اون چیزایی که آره، یاد چیزایی که نباید بیفته میفته. به هر حال دوربین وسط نیست، فکر کنم من باید برم این ورتر، بعد شما جات خوبه. اوکی. یه بسته برای من اومده که امروز رفتم از اداره پست برداشتم. یکی از شما بینندگان عزیز که البته میشناسن ایشونو، برای بنده، برای من که چه عرض کنم، برای لولو یک جعبه بزرگ اسباب بازی فرستاده. آخه that's really فکر کنم nice. رفته تمام فروشگاه رو خریده، گذاشته از هر اسباب بازی یه دونه برداشته و گذاشته اینا رو فهم به راکی نشون ندین که همه رو پاره پوره میکنه، همه رو تکه پاره میکنه. میدونم، ای خدا. بله، چای براتون آوردم. دستتون در نکنه. چای خوردی اونو؟ من چای رو غیب میکنه نلی. خواهر نلی. من باید چای بخورم بعد مثلا بتونم کاری انجام بدم. بله، بله. عرض به حضورتون که صحبت‌های شما رو میشنیدم، رفته بودم اون ور به این حیوان‌ها میرسیدم. البته خیلی دلشون تنگ شده برای شما که همینطوری ایونی های زوزه میکشیدن، ولی خدا رو شکر عزیزان. ببینید، بازم یاد سقراطی میافتم که میگه خداوند شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره. هیچ جای کلام خدا ننوشته، اینو خوب گوش بدید، در هیچ کجای کلام خدا ننوشته که خداشناسی یعنی عزاداری. کاری هم به ادیان دیگه اصلا ندارم، ولی در هیچ جای کتاب مقدس ننوشته خداشناسی یعنی. در واقع اگر خاطرتون باشه در مزمور 150 میگه خداوند رو با رقص و شادی، با رقص و شادی. و داوود پیغمبر یا حضرت داوود همتون میشناسید یا اکثریت شنیدید، چون اکثر ادیان بهش اعتقاد دارن. در دین اسلام زبور داوود رو بله. میخونن و مجموع زبور رو میگن مزامیر داوود که در کتاب مقدس هست. داوود پادشاه یا داوود پیغمبر وقتی که صندوق عهد رو، اون ده فرمان رو و عصای موسی و این چیزا که درش بود از دشمن پس گرفتن، پادشاه، شما تصورشو بکنیم، داوود پادشاه و پیغمبر جلوی دروازه شهر در حضور تمام اهل شهر شروع کرد به رقصیدن از خوشحالی. شما تصورشو بکنید آقای خامنه ای بیاد تو خیابون از خوشحالی برقصه، ولی خدا اینو دوست داره. حتی اگر آقای خامنه ای یا جانشینانش هر کسی که هستن واقعا خدا رو بشناسن و به خاطر خدا شادی بکنن، نه عزاداری، نه آدم کشی، نه هزار خودتون بهتر میدونید مسائل دیگه که در ایران هست. و امیدوارم، من اینو احساس میکنم روح خداوند میخواد من به این مسئله اشاره بکنم. ببینید عزیزان، آقای خامنه ای، محافظین آقای خامنه ای، دوستان آقای خامنه ای، اطرافیان، آخوندها، وزرا، وکلا، نمیدونم سفرا رو سفیران میگن، سفرا چی میگن؟ ببینید، به اونهایی که مردن به تاریخ یه نگاه کوتاه بندازید. شما حتی خمینی که شما هنوز عکسش رو در دیوارهای دادگاه و این بر اون بر آویزون میکنید، حتی خمینی هم مرد، هیتلر هم مرد، فرعون هم مرد، خوب و بد
مردن و روز تو هم داره میرسه، روز منم میرسه، روز ایشونم میرسه، روز هممون میرسه. ببینید گمان نکنید، من میدونم بعضیا در سلامتی کامل ممکنه باشید یا دکترتون گفته آره در سن 70 80 90 سالگی هیچ عیبی نداری، دیر یا زود یه مرتبه فلنگو میبندی چون دست خودت نیست، جونت ازت گرفته میشه. این جسم باید بمیره، جسم من و جسم تو، جسم همه باید بمیره. و بهت توصیه میکنم عزیزم، ببین خدا میدونه. من حتی آرزو نمیکنم خمینی بره به جهنم، بدم نمیاد یه توری بهش بدن، اون جای خوبی نیست جهنم، ولی جهنم برای آدم کشان یا کسانی که دستور آدم کشیم، گمان نکنید که من نکشتم، من فقط دستور دادم اون یکی رفت کش، نه، تو آدم کشی که دستورش رو دادی. تو هستی که به عنوان قاضی در دادگاه رشوه گرفتی و بیگناه رو مجرم قرار دادی. تو هستی که در زندان برای خوشایند رؤسای خودت زندانی رو زجر میدی، شکنجه میدی. ببین اون زندانی هم خدا داره، اون کسی هم که بیگناه محکوم شده خدا داره. الان وقت توبه است، چون تو از یک لحظه دیگه خبر نداری. فکر نکن حتما باید در سن 90 سالگی یا 100 سالگی بمیری، نه، برو به بیمارستان یه سر بزن. بچه های 2 ساله، 7 ساله، 5 ساله. و بعضی ها میگن آخه این چه عدالتیه که خدا داره، چرا باید مثلا یه بچه 2 ساله چه گناهی کرده که بمیره؟ بذار یه خبر خوب بهت بدم در مورد مردن بچه ها، بذار یه خبر خیلی خوب بهت بدم برای اون کسایی که نمیدونید. مطابق با انجیل هیچ بچه‌ای به جهنم نمیره، میخواد ایماندار باشه، میخواد نباشه، میخواد از دید بعض یا گناه کرده باشه یا نه، که زیاد گریه کرده باشه یا زیاد تو پوشکش پوپ کرده باشه، هیچ بچه‌ای به جهنم نمیره. جهنم برای آدمکشان، دروغگویان، دزدان، حسودان، غیبت کنان، زناکاران و انواع دروغگویان نگفته؟ دروغ مصلحتی و واجب و انواع ناسزاگویان، اونایی که راه میرید و حالا یا برای شوخی یا برای جدی همدیگر رو فحش میدید. مادر فلان شده تا حالا کجا بودی؟ نمیدونم پدر فلان شده تا، ببینید این خیلی زشته، واقعا زشته، چه برای شوخی کسی بگه چه برای جدی. و من متاسفم که ششمی، ببینید اصلا در مسیحیت ما زن و مرد یا این برای زن زشته زن مرد زشته نداریم، ولی کلن من واقعا متاسفم گاهی اوقات میبینم خانوم ها، بله بله، همین نوع صحبت کردن رو با همدیگه دارن. و البته خدا رو شکر در حالا جایی که من هستم یا اگر گروهی باشه کسی باشه، خدا رو شکر این اجازه رو به کسی نمیدم که جلوی من کسی از این صحبت های همه باید اینطور باشن، همه باید، نباید اجازه بدین کسی جلوی شما به همدیگه اهانت بکنه. یعنی واقعا جا میخوره آدم که بابا شما خانومی جنس لطیفی، صحبتی که از دهنت میاد بیرون باید با آرامش باشه، با لطافت باشه، همراه با زیبایی باشه. اگر صحبتی برای گفتن، برای سازندگی نداریم، برای ویرانی لازم نیست این زبون رو به کار بندازیم. آفرین.
کلام خدا میگه. حتی اگر احمق بفهمید. حتی اگر احمق حرف نزنه همه فکر کنن حکیمه. ولی کلام خدا میگه ببینید، همونطوری که از یک رودخانه آب شور و شیرین نمیتونه همزمان یا از یک رودخانه جاری بشه، از یک زبان هم نمیتونه خداشناسی و فحاشی صادر بشه. شما یا خداشناس هستی یا نیستی. مطابق با کلام خداوند، ناسزاگویان، فحاشا، نه فقط فاحشا. ببینید، دیروز یه برنامه‌ای داشتم در مورد همین فاحشه‌ها صحبت می‌کردم. اتفاقاً یک فاحشه‌ای رو نشون داد، فاحشه نباید بگم، اسکورت، ببخشید. در آمریکا به فاحشه‌های سانتیمانتال میگن اسکورت. در تلویزیون نشون دادم که به طور موقت مرد. خداوند برد بهشت و جهنم رو بهش نشون داد، برش گردون. این زن جوان فکر میکنم گفت 25 سالشه. واو. نجات پیدا کرد و روی یوتیوب دیدم که شروع کرده به صحبت کردن از خدا. و بعضی از فاحشه ها هستن که گمان میکنن خب من که سواد ندارم، یا مثلا فرض کنید سوادم دارم، حالا یه دیپلم یا فوق دیپلم یا لیسانس هم دارم، ولی حقوق نمیدن، خیلی راحت برم مثلا این کارو بکنم. اون پول دووم نمیاره عزیزم، اون پول دووم نمیاره. دوستی داشتم که یه شغل شب تا صبح داشت و یه شغل صبح تا بعد از ظهر. شب تا صبح میرفت سر کارش میخوابید و حقوق شبانه‌ای که میگرفت از حقوق روزانش بیشتر بود. ولی یه روز با من درد دل کرد، گفت نمیدونم چرا این پول شب اصلا دوام نداره، برکت نداره. من که کار نمی‌کردم. گفتم آها، دقیقاً همین. گفتم برای اینکه کار نمی‌کنی. شما وقتی رئیست سر کار نیست و کار نمی‌کنی، میشینه پای فیسبوک، بذار یه چیزی بگم، سر کارت، رئیست رفته، سوپروایزرت رفته، به تو اعتماد کردن، گذاشتن تنهایی یا چند نفرتون رو گذاشتن اونجا با همدیگه کار بکنین، شما میشینین یا پای تلفن شخصی میزنین یا پای فیسبوک پیام برای این اون رد و بدل میکنین. فکر میکنی گناه کردی؟ فکر میکنی گناه چیه؟ دزدی کردی از رئیست، چون حقوق رو ازش میگیری ولی اون